آقای وزیر بهداشت، این فیلم رو به خاطر شما ضبط میکنم. من از بهش زهرا با شما صحبت میکنم در مراسم سوگواری خواهرم، که مثل خیلی از مردم این مملکت شما فرصت داشتن واکسن رو بهش ندادید و از کرونا مرد. شنیدم جدیدن گفتی که در کجای دنیا وزارت بهداشت واکسن وارد میکنه؟ در کجای دنیا یک وزیر بهداشت اینقدر بی تدبیره که میگه قلم پای کسی که واکسن وارد میکنه رو میشکنم؟ میخوام بهت اینجا اعلام کنم که پای هر جواز دفنی امضای تو هم هست و تو مستقیما مسئول مرگ هموطنان من هستی. خانواده های داغدار مثل من زیاده. امروز 6 تا آمبولانس از بیمارستانی که خواهر من فوت کرد آمد و 4 تاش کرونایی بود. من و خانواده های داغدار تو رو نمیبخشیم، که مطمئنم برات مهم نیست، اما کار جای دیگه بر تو سخت گرفته میشه که در مقابل خداوند این جهان باید پاسخگو باشی و او از تو حسابرسی خواهد کرد. این میز ریاست برای تو چند حساب شد که اینقدر گران بود؟ خیلی سفت این میزو بغل کردی، زخمی هستی آقای وزیر، و تاریخ این سرزمین پاک از تو به عنوان کسی که مردمان این سرزمین رو کشت نام میبره. اگر غیرت داشته باشی باید بمیری، ولی نداری. با تو حرفی نیست. من فکر کنم تو اصلا دلت برای هیچ کس نمیسوزه. آیا واقعا تو ایرانی هستی و با مردمت این کارو کردی؟ کاش اون روزی که این صندلی رو بغل میکردی برای وزارت، کسی آرام در گوشت میگفت یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد آن که یوسف به زر ناصره بفروخته بود. باختی آقای وزیر. بعد